درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در دوشنبه 15 اردیبهشت ماه، پنجم ماه می، نگاهی داریم به من روحانی هستم، مستند یا پروپاگاندا؟ ما با دنیا راه تقابل نمیتونه راه موفقی باشه. من از اول گفتم راه این دولت راه تعامل با دنیاست، تعامل سازنده. تا میگیم تعامل سازنده، میگه عجب میخواید بسازید با دنیا؟ نه خیر، میخواییم بجنگیم، خنجر میخواییم بکشیم. خب بله، با دنیا میخواییم حرف بزنیم، با دنیا میخواییم صحبت کنیم، با منطق صحبت کنیم، مسائلمون رو می‌خوایم حل بکنیم. ممکنه یه جایی حل نشه، حل نشد یه راه دیگه داره، اما جایی که راه حل داره ما باید دنبال راه حل بگردیم. این دولت معتقد هست در این کشور تحریم ظلم بزرگ برای ملت ایرانه. حالا ای کسی خوشش میاد از تحریم بیاد استدلال بکنه، بگه دلیلش چیه. یک روز قبل از این گفته های رئیس جمهوری ایران، طیف های نزدیک به دولت احمدی نژاد و حامیان سعید جلیلی در نشستی به عنوان دلواپسین در ساختمان سفارت پیشین آمریکا در تهران، مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران را سازشکار خواندند و خواهان قیام و شوریدن علیه وضعیت کنونی شدند. به گزارش کلمه، مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی که در زندان اوین در حبس است، در پیامی خطاب به حسن روحانی تخریب‌ها و اقدامات غیرقانونی اخیر را به یک اتاق فکر در سپاه نسبت داده است. تاجزاده میگوید این افراد دارند خودشان را آماده می‌کنند که مملکت را در دست بگیرند و فکر می‌کنند ژنرال السیسی ایران هستند. علی مطهری نماینده مجلس در تازه ترین واکنش به تهیه و پخش مستندی به عنوان من روحانی هستم آن را تخریبی توصیف کرد و گفت در قسمتی از این مستند که گفته شده دکتر روحانی جزء 99 نفری بوده که با نخست وزیری میر حسین موسوی مخالفت کرد، باید توجه داشت که اگر هم این گونه بوده، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می توانند آزادانه نظر خود را در موضوعات مختلف داشته باشند. علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دولت روحانی را متهم کرد که با تهدید نمایندگان مجلس مانع از آزادی بیان و گفتن حداقلی از حقایق رخ داده در جامعه و در حوزه سیاست خارجی می‌شوند. مجوز نگرفتن مستند من روحانی نیستم برای نمایش در دانشگاه‌ها به جنجال‌ها پیرامون این اثر دامن زد. من روحانی هستم اثری سگانه است که در حال حاضر تنها بخش اول آن تهیه و پخش شده است. گروه چند رسانه‌ای شفق تهیه کننده این مستند پیشتر انیمیشن‌های نظیر دروغ یک کاندیدا، هیس بی‌سوادها حرف نمی‌زنند، فیلترینگ مذاکرات و وقتی ظریف خواب است را تهیه کرده است. مرکز مستندسازی سفیر فیلم مسئول توزیع و نمایش من روحانی هستم به مجتمع رسانه‌ای اطلس وابسته است، مجتمعی که تعداد زیادی از پروژه‌های رسانه منصوب به سپاه و بسیج از جمله دو خبرگزاری تسنیم و نسیم وابسته به سپاه را راه اندازی کرده است. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا مستند من روحانی هستم تصویری دروغین از رئیس جمهوری ایران ارائه می‌کند؟ همونطور که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه خیر رو انتخاب کردن، اعتقاد ندارن که این مستند تصویر دروغین از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران منعکس میکنه. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه هم به افق@vonews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیندازیم در هفت پرده به واکنش ها به مستند من روحانی هستم. و
مسومی نبوی کارگردان فیلم من روحانی هستم. ایده این فیلم از روزهای آخر خرداد ماه سال 92 بعد از انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت. بعد از حماسه سیاسی مردم و انتخاب دکتر حسن روحانی احساس کردیم خیلی ها رئیس جمهور را نمی‌شناسند و این عدم شناخت باعث سوء تفاهم هایی خواهد شد. نمایش فیلم من روحانی هستم پس از لغو در دانشگاه‌های امیرکبیر و علامه طباطبایی در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی تهران و بیرجند نیز لغو شد. اونجایی که دروغ و تخریب این به معنای مخالفت با منافع ملی است. خیلی از دوستان با ارسال پیامک، تلفن، پیام از من خواستن که من به شایع پراکنها و تخریبگرها امشب پاسخ بدم. من خواستم به اون دوستان بگم الان زمانش نیست و نیازی من نمی‌بینم. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: فیلم من روحانی هستم یک توهین آشکار به شخص رئیس جمهور است و دستگاه قضایی باید با عوامل آن برخورد کند. من آن را شخصا ندیدم اما مطالبی درباره اش خواندم. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران: فیلم من روحانی هستم با اهداف مغرضانه‌ای تهیه شده است و برخی موارد مستند به گونه‌ای کنار هم قرار گرفته تا غرض تهیه کننده این مستند تأمین شود. ابوالحسن مختاباد، روزنامه نگار: فیلم من روحانی هستم را منفی تلقی نکردم. بخشی از ماجرا به این باز می‌گردد که تقریباً عمده مطالب فیلم بر مستندات تاریخ استوار بود. در بخش‌های خطاهایی به چشم می‌آمد، از جمله در ماجرای ایران کنترا. اما در مجموع تصویری که از آقای روحانی ارائه شد با واقعیات زیست سیاسی او همخوانی داشته است. بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان‌های امشب افق آقای دکتر منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه بنینگتون، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد، آقای دکتر علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی، آقای مهدی کسائیان تهیه کننده ارشد تلویزیونی، هر دو از تورنتو کانادا، آقای محمد خاکی نهاد خبرنگار پیشین روزنامه ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران که از نروژ با ما هستند. به همه شما درود میگیم. به افق خوش آمدید. بخشی از مستند من روحانی هستم رو ببینیم. بخشی که درباره مذاکره برای خرید اسلحه از آمریکا و آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان مربوط میشه. اوایل خرداد 65 بود. هواپیمای ناشناس اجازه فرود در فرودگاه قلعه مرغی را میگیرد. هواپیما اروپایی است و خدمه ایرلندی دارد. بعد از اجازه برج مراقبت چند دور میچرخد و در باند فرودگاه می نشیند. پس از نشستن معلوم می شود مسافران این هواپیما یک هیئت دیپلماتیک آمریکایی هستند. آمریکایی ها به همراه خود یک کیک کلیدی شکل برای باز کردن قفل روابط دو کشور و یک انجیل آورده اند که رئیس جمهور آمریکا پشت آن را امضا کرده بود. در هواپیما هم مقداری از سلاح های مورد نیاز ایران وجود دارد. خبر ورود هیئت آمریکایی به دفتر ریاست جمهوری رسید. رؤسای قوا تشکیل جلسه دادند تا ببینند با این مهمانان ناخوانده چه باید کرد. بعد از تشکیل جلسه امام در جریان حادثه قرار می‌گیرند و دستور می‌دهند تا وقتی مشخص نشده که ایشان دقیقاً چه کسانی هستند، کسی حق صحبت با آنها را ندارد و هیچ پیامی را از آنها نگیرد. مأمورین امنیتی فرودگاه با هیئت آمریکایی صحبت کردند. معلوم شد سرتیم هیئت آمریکایی رابرت مکفارلین، مشاور عالی امنیت ملی ریگان است که تا تهران اسم و سمت خود را مخفی نگه داشته. در آنجا مکفارلین تقاضای دیدار با رئیس جمهور ایران را می‌کند تا پیغام رئیس جمهور آمریکا را به وی تحویل دهد،
اما رئیس جمهور حاضر به دیدار او نبود. وی درخواست خود را در مورد نخست وزیر و رئیس مجلس هم تکرار کرد. هاشمی رفسنجانی که در آن زمان رئیس مجلس است، پیگیری قضیه را بر عهده گرفت. وی از حسن روحانی از نمایندگان فعال مجلس شورای اسلامی می‌خواهد برای کنترل سلاح‌های همراه و اداره مسائل سیاسی و مذاکرات همکاری کند. آقای دکتر فرهنگ، دیدید این بخش مستند رو؟ میدونم که کاملا قبلا دیدید این رو. دو سوال مطرح است. یکی این که ابتدا اون بحثی که مطرح شده که آقای روحانی در جریان ایران کانترا، ایران گیت و این داستان مک فارلند و دیدارهایی که با ایشون داشت، ایشون بوده با توجه به مطالعات که شما کردید، نبوده اونطور که آقای لاریجانی صحبت کرده، و تفاوت روایت آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی در مورد این ماجرا چه هست؟ واقعیت امر اینه که ارتباط بین دولت ریگان و جمهوری اسلامی برای فروش اسلحه و تلاش برای آغاز روابط بهتر، شکستن یخ تقابل، با آگاهی کامل از طرف آقای خمینی پذیرفته شده بود و هیچ اتفاقی در ایران نیفتاد که خمینی از اون مطلع نبود. علت این که آقای روحانی رو انتخاب کردن برای مذاکره این که او بیش از دیگر روحانیون و اطرافیان خمینی با مسائل بین المللی آشنا بود به دلیل مطالعاتی که در خارج داشت و تا حدودی تسلطش روی زبان انگلیسی. به طور کلی آقای روحانی از آغاز انقلاب ایران تا زمان ریاست جمهوریش در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم بوده، بنابراین هر اقدامی کرده، هر مذاکره‌ای که کرده 100% با توافق خمینی بوده. ولی این توافق خمینی هیچ وقت به شکل نوشته و سندیت نمیتونه مطرح بشه، برای اینکه در سنت روحانیت دنیای روایته. بسیاری از صحبت‌ها و مواضعی که آقای خمینی گرفتی هیچ وقت به طور نوشته مطرح نشد. اجازه بدین یک مثال خیلی مشخص که خودم شاهد اون بودم براتون توضیح بدم. در ماه سپتامبر 1979 من به اتفاق دکتر یزدی قرار بود بریم کوبا برای شرکت در جلسه کشورهای غیر متعهد. بعد مسئله اساسی که در اینجا مطرح بود، عراقی ها از وزارت خارجه ایران میپرسیدن که آیا ایران عهدنامه 1975 الجزیره رو قبول داره یا نه، و قرار ملاقاتی هم که دکتر یزدی با هیئت نمایندگی عراق در کوبا گذاشته بود از جمله خود صدام حسین، این سوال 100% مطرح میشد. این بود که من در معیت آقای دکتر یزدی رفتیم به قم، و وقتی دکتر یزدی از خمینی پرسید که اگر این سوال از ما شد ما چه جوابی بدیم، خمینی به گفت نه بگویید آری، نه بگویید نه. و من بعد که از دکتر یزدی پرسیدم این چه موضعی است در برابر عهدنامه‌ای که همه محققین و حقوقدانان میگن به نفع ایران بوده، گفت او دشمنی که با شاه و صدام حسین داشته بسیار دیرینه است و نمیتونه عهدنامه‌ای که این دو نفر امضا کردن به طور رسمی بپذیره. ولی درست یک هفته بعد از آغاز جنگ ایران و عراق، شخص خمینی از طریق داماد خودش آقای بروجردی که معاون فرهنگی وزارت خارجه بود دستور داد که وزارت خارجه بیانیه‌ای منتشر بکنه که حمله عراق به ایران رو نه تنها نفی و نقض حقوق بین الملل اعلام بکنه، بلکه نفی عهدنامه 1975 الجزایر. بنابراین در این مستند وقتی ارجاع میکنن به اینکه اقدامی که آقای روحانی کرده چه ارتباطی با سیاست ایران داشته، اگر انتقادی مطرح باشه این انتقاد متوجه خمینی است و نه شخص روحانی. بسیار خب، بخش دیگری از مستند من روحانی هستم رو با هم ببینیم. بحث رو با آقای نامور حقیقی دنبال میکنیم. بعد از انقلاب بحث حجاب خیلی پررنگ شده بود. اکثریت جامعه به دنبال رعایت شؤونات اسلامی در جامعه بودند. به نظر من حجاب نه تنها به آزادی لطمه نمیزنه، بلکه مستلزم آزادی داشتن حجاب. اینا برای تفرق اندازی اداره ها رو تعطیل میکنن، مدارس تعطیل میکنن. الان چند روزه در مدارس طوری درس وجود نداره.
طرح اجباری کردن حجاب در ادارات ارتش به عهده روحانی بود. او این کار را از زنان مستقر در ستاد مشترک ارتش شروع کرد. آنها 30 نفر بودند. پس از گفتگو قرار شد از فردا با روسری بیایند. زنان کارمند که به جز 1-2 نفر همه بی حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن. ولی من محکم ایستادم و گفتم از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم‌های بی حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند. این دستور است. آقای حقیقی، دیدید قطعا من دیگه توضیح نمیدم. 2 تا نکته مطرح هست که اون روایتی که دکتر فرهنگ کردن میدونه، حتما شاید مطلب داشته باشه در اون ارتباط بشنویم. بحث این که آقای خمینی در جریان بوده این اتفاقات رو، یا اساسا ایشون رو دور میزدن بعدا ایشون مطلع میشد از سری از این مسائل، و اینکه چرا آقای لاریجانی تکذیب کرد که با آقای روحانی در جریان مک‌فارلین نقش داشت. ببینید، اینکه آیت الله خمینی در جریان مک‌فارلین بوده قطعا درسته. علتش هم این است که بعدن که 8 تا نماینده جناح راست از جمله آقای جلال‌الدین فارسی سوال کردن از وزیر خارجه در مورد سفر آقای مک‌فارلین، آیت الله خمینی یک بیانیه داد و در سخنرانیش به اونها برخورد کرد و اونها رو همردیف رادیو اسرائیل نامید. یعنی اینکه سوال کنن از وزیر خارجه که این جریان سفر چی هست، چون با موضوع امنیت کشور سر کار داشته و آیت الله خمینی قطعا در جریان بوده، با مخالفت ایشون روبرو شد. پس بنابراین باید توجه داشت که با توجه به اینکه سید احمد خمینی نقش کلیدی داشته در همه این اتفاقاتی که وجود داشته و همه این موارد رو اونها با سید احمد خمینی چک میکردن و سید احمد خمینی مثلا رضایت آیت الله خمینی رو میگرفته، بنابراین باید توجه داشت که روایت این گروه از این جریان به نوعی به ضد هدفی تبدیل میشه که برای اون فیلم ساختن. ببینید، هدف گروهی که این فیلم ساخته این است که آقای روحانی رو زمینگیر و بی آینده کنه. صدای من رو میشنوید؟ قبل از اینکه وارد این انگیزه های فیلم بشیم، من میخوام این نکته رو باهاتون در میون بگذارم. مصاحبه‌ای هست آقای محسن کنگرلو، مشاور امنیتی آقای موسوی، بعد از سالها این رو انجام داده. حتما دیدید این مصاحبه رو. ایشون ازشون پرسش شده، گفتن که چرا جمع‌بندی سران قوا قبل از اینکه آنها به ایران بیاین انجام نشده، و ایشون توضیح میده حتی خود من هم باور نمی‌کردم که آمریکایی‌ها چنین ریسکی کنن. یعنی فکر می‌کنید ایشون هم دروغ میگه؟ نه، ببینید، اینکه آقای روحانی توی هتل رفته مذاکره کرده، گزارشی که در چیزهای آمریکایی هست که یک کسی از نمایندگی آیت الله هاشمی به عنوان مجلس اومده که مذاکره کرده، ولی اینکه آیا این خود آقای روحانی بوده یا نه هنوز محل تردیده. ولی این جنبه منفی برای آقای روحانی نیست، برای اینکه این تصمیم کلیت نظام بوده که با توجه به مسائلی که در جنگ وجود داشته، از امکاناتی که منافع مشترک میان ایران و آمریکا بوده و حتی آمریکایی‌ها بعدشون نمی‌مونده در مورد عراق بعد از صدام با ایران مذاکره کنن، نزدیک بشن و این مسئله حل کنن. اگر به خاطرات رئیس CIA توجه کنید، میگه قبل از جریان مک‌فارلین میگه ریگان دستور داده بود که ما آیت الله خمینی رو برداریم، و میگه ما خب نشون دادیم که این کار عملی نیست، و بعد میرن به سمت ماجرای مک‌فارلین. و خود آقای کنگرلو اگر دقت کرده باشید میگه ما، این برخلاف روایت رسمی در جمهوری اسلامی است، آقای کنگرلو میگه ما از مک‌فارلین خواستیم که با پاسپورت ایرلندی بیاد. بله، دقیقاً همینطوره. یه نکته جالب این هست که آمریکایی‌ها می‌خواستن با هویت مشخص بیان. به هر حال تو جریان مک‌فارلین اسرائیل دخالت میکنه، جریان نیکاراگوئه هست، همه اینا وضعیت رو پیچیده میکنه. و یادمون نره که به هر حال کسانی که مسئله رو طرح کردن، آقای سید مهدی هاشمی که از طرفداران موقع خودش جریانی بود که طرفداران آیت الله منتظری بود یا خط مستقلی داشت، در حقیقت به گونه جانش رو از دست داد به خاطر اینکه افشای این خبر با مخالفت جدی سیستم روبرو شد. بنابراین سازندگان فیلم در حقیقت همراه با زدن آقای روحانی کلیت نظام رو در اون موقع مورد علامت سوال قرار دادن، و معلوم نیست که
گفتم که معلوم نیست که این مهمترین معامله‌ای بود که میتونست میان ایران و آمریکا صورت بگیره. اگر درست انجام شده بود به نظر من هم میتونستن به عراق بعد از صدام به توافق دست پیدا کنن و هم موقعیتی بود که کم و بیش بر طبق خاطرات کیسی آقای ریگان هم به این نتیجه رسیده بود که جمهوری اسلامی قابل براندازی نیست و ایران الان آماده است که به توافقی برای نظم بین‌المللی برسه و خب موقعیت مناسبی بود که قبل از اینکه جنگ به مراحل خطرش برسه میتونستن توافقی بکنن و خب ایران میتونست از اون بازی نتایج بهتری بگیره. ولی این پیچیدگی‌هایی که مطرح شد که گفتم همه باعث شد که کار پیش نره و با بنبست روبرو بشه. نکته که یعنی آقای حقیقی رادیکال‌های چپی که اون موقع بودن اون موقع مخالف این مصالحه بودن، الان رادیکال‌های راست در مورد این موضوع سر و صدا میکنن. اتفاقا نکته که آقای حقیقی نکته که من میخوام روشن بشه خیلی مختصر توضیح بفرمایید، چون تو همین مصاحبه آقای کنگرلو صحبت از این شده که آقای هاشمی هم در خاطراتش میگه که تعدادی را صحبت این هست که این سلاحایی که گرفتن بخشش مارک میدن اسرائیل روش بوده، گفته تعدادی را به علت گرانی و تعداد دیگر را به خاطر داشتن مارک اسرائیلی نخریدیم، نقل میکنه پرسش در مصاحبه کننده. آقای کنگرلو میگه هر چه آقای هاشمی میگه درست است. ایشون میگه هر چه آقای هاشمی میگه درست است، یعنی که آقای لاریجانی اشتباه میکنه، آقای لاریجانی دروغ میگه، ماجرا چه است به نظر شما؟ نه ببینید، اینکه آقای روحانی در جریان که بوده قطعا، اینکه در مذاکرات بوده، ببینید این دوتا با هم تفاوت داره. اینکه آقای دوری و آقای وردی‌نژاد و آقای هادی که میرن توی هواپیما و اشاره شده و آقای کنگرلو اینا در جریان بودن، اینکه آقای روحانی هم توی هتل با اینها مذاکره کرده محل شکه، ولی اینکه در جریان بوده قطعا در جریان بوده. میگم این چیز مثبتی است اتفاقا برای آقای روحانی، چون ببین طبقه متوسطی که از دلایلی که به آقای روحانی رأی داده به این دلیل رأی داده که احساسش اینه که آقای روحانی قصدش این هست که یک مصالحه با غرب دست پیدا کنه. حالا تو این فیلم داره نشون میده که آقای روحانی از اول تزش این بوده که جمهوری اسلامی نبایستی وارد جنگ و رویارویی با غرب بشه، منافع ملیش اختزا میکنه با گفتگو و مصالحه و مذاکره منافعش رو تضمین کنه. در حقیقت آقای روحانی از اول این خط رو دنبال میکنه و این همین دلیلیه که تو انتخابات بهش رأی دادن. مخاطبان این فیلم در حقیقت به یک جوری اعتبار و کردیت دارن میدن به آقای روحانی و توجه نمیکنن که آیت الله خمینی با کسانی که این موضوع رو مورد علامت سوال قرار دادن در مجلس برخورد بسیار شدیدی کرده. البته این چیزی که میفرمایید طبیعتاً آقای لاریجانی همچین مخاطبشون اصولگرایان معتدله. میگم هدف اونها، هدفشون هر چی که باشه در حقیقت یک جور بی اعتبار میکنه کلیت نظام و نخبگان سیاسی در ایران رو که اون موقع صلاح رو در این دیدن که با مذاکره با غرب مسائلشون رو پیش ببرن، هم وضعیتی که الان به وجود اومده در مذاکره اتمی با غرب که ایران میخواد دوباره به این مصالحه استراتژیک دست پیدا کنه. این گروه در حقیقت نمیخواد این مصالحه صورت بگیره، برای که منافع سیاسی اقتصادی و غیره داره که میخواد این مصالحه از طریق این دولت انجام نگیره. بسیار خوب، حالا صحبت میکنیم که این گروه مشخصا چه افرادی هستن، ولی پرسش به شک این بود که آقای لاریجانی چون شما نگاه نمیکنه که به این صراحت، یعنی بجای تردید نمیگذاره، چون میگه قطعا آقای روحانی اصلا در جریان این ماجرای مکفالن نبوده. آقای خاکنهاد، قبل از اینکه به شما بیایم میخوام بخش دیگری از مستند من روحانی هستم رو ببینیم، اونجایی که بحث گونه تقابل بین موزه سیاسی آقای روحانی و آیت الله خمینی است بر سر محمد هاشمی. من هم ابتدا برادران عزیز رو معرفی میکنم، اعضای شورای سرپرستی، و بعد هم خلاصه ای از اونچه که امام به عنوان رهنمود فرمودن برای ملت عزیز ایران بیان میکنم. جناب آقای جنتی عضو شورای سرپرستی و منتخب از طرف قوه قضاییه. جناب آقای غفاری عضو شورای سرپرستی از طرف قوه مجریه. جناب آقای توکلی نماینده مجلس و عضو علل بدل از طرف قوه مقننه. جناب آقای دکتر عباس شیبانی عضو علل بدل از طرف قوه قضاییه. در آن زمان محمد هاشمی ریاست صدا و سیما را بر عهده دارد. بین رئیس شورا و رئیس سازمان اختلافات زیادی است تا اینکه روحانی محمد هاشمی را عزل می کند. امام که از این اتفاق آزرده شده اند، نظرشان این است که شورای نظارت بر صدا و سیما نباید در کار سازمان دخالت کند و این معنی قانون اساسی نیست که سه قوه در کار سازمان صدا و سیما مداخله کنند.
ایشان از طریق احمد آقا به هاشمی رفسنجانی که آن زمان رئیس مجلس است میگویند تا روحانی از شورای نظارت بر صدا و سیما استعفا دهد. روحانی که از این اتفاق ناراحت شده است از امام وقت ملاقاتی میخواهد، ولی امام نمیپذیرند و نظرشان این است که شورای نظارت بر صدا و سیما خطا انجام داده است. آقای خاک نهاد، سه بخش هست در این مستند که موضع سیاسی آقای روحانی رو در تقابل با آیت الله خمینی نشان میده. یکی اون ابتدا دیدیم بحث مکفارلین که آقای خمینی ظاهرا اونطور که در مستند ادعا میشه، آقای فرهنگ و آقای حقیقی گفتن چنین چیزی نیست، در مستند ادعا میکنه که آقای خمینی در جریان نبوده و بعداً با این افراد برخورد میکنه. بعد الان هم شاهد هستیم که در مورد مسئله ریاست صدا و سیما در اون زمان آقای محمد هاشمی، آقای خمینی رأی میده که آقای روحانی اشتباه میکنه و بعد در ماجرای جنگ هم مورد دیگه هست که در طول برنامه بهش خواهیم پرداخت. پرسش این هست که این مستند تخریبی علیه آقای روحانی است، پروپاگانداست؟ شما فکر میکنید چه هدفی رو دنبال میکنه؟ آقای تاج‌زاده در این نامه که اخیرا نوشتن گفتن سپاه پشت ماجرای این حملات به آقای روحانی است. آقای تاج‌زاده فرمودن که سپاه پشت این حملات هست یا جاهای دیگه ای هستن، این خب خودش یک مغلطه ای هست که اسمش از مغلطه تخطئه گوینده. حالا هر کسی پشتش هست، شما متن رو باید مورد نقد رو بررسی قرار بدید نه گوینده متن رو. یک مثالی هست در عربی میگن انظروا ما قال ولا تنظروا من قال، نگاه کنید که چه چیزی گفته میشه، نگاه نکنید که کی داره این حرف رو میزنه. بعد موضوع دیگه ای که باید بهش اشاره کنم، ببینید اصلا بحث مکفارلین و بحث تقابل جناب آقای دکتر روحانی با حضرت امام نیست. ببینید بحث مکفارلین خیلی بحث قدیمی هست و عصبانیتی که ما از مقامات دولتی داریم میبینیم نسبت به این مستند کمتر از یک ساعت نشون میده که این موضوع مکفارلین نیست. مکفارلین چیه؟ یعنی مقامات دولتی ایران الان عصبانی هستن که بحث مذاکره کردن آقای روحانی اومده مطرح شده. خب آقای روحانی مرد مذاکره است، این مذاکره دولت‌ها با هم دیگه مذاکره میکنن، مذاکره فی نفسه بد نیست، بخش اعظمی از مذاکرات محرمانه است، بخش کوچکیش هم علنی هستش. مگر همین الان آقای دکتر روحانی و دولت مردانشون طرفدار مذاکره نیستن؟ اصلا مذاکره چیز فی نفسه بدی نیستش. اولین دور از مذاکرات رسمی با آمریکا رو آقای دکتر احمدی نژاد به سرپرستی آقای کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد شروع کرد. اینکه ایرانی‌ها با آمریکا یا مذاکره کنن، حالا مخفیانه یا علنی، این یه امر طبیعیه، دولت‌ها با هم دیگه مذاکره می‌کنن. اما عصبانیتی که ما در مقامات دولتی الان داریم می‌بینیم، آقای جنتی وزیر فرهنگ که متولی حمایت از اصحاب فرهنگ و رسانه هستش میاد درخواست برخورد قضایی با عوامل این مستند رو میکنه، یا آقای وزیر کار میاد کارگرها رو جمع میکنه دستشون پلاکارد میده میگه ما هممون روحانی هستیم، بعدش هم سخنرانی میکنه براشون میگه چون کارگران میخوان در آینده حقوقشون بالا بره، جهش داشته باشن، احساس کردن همشون روحانیان. ببینید این سیر حجمه های زیادی که از طرف مقامات دولتی نسبت به این مستند کمتر از یک ساعت داره میشه نشون میده موضوع بحث مذاکره و بحث کهنه مکفارلین نیستش. موضوعی که اینها از اون عصبانی هستن و مربوط میشه به انتخابات آینده ریاست جمهوری، موضوع برجسته شدن چهره و وجهه انقلابی آقای دکتر روحانی هستش. ببینید اصلاح طلب ها الان با یک چهره و با یک پوزیشنی اومدن، پوزیشن اعتدال، اصلاح طلبی و انتقاد نسبت به برخی موارد، مثلا نسبت به حجاب. مثلا اصلاح طلب ها همیشه خودشون رو منتقد برخورد های سختگیرانه با حجاب نشون میدن، حال اون که خود اصلاح طلب ها بودن که حجاب رو در ایران اجباری کردن. اوائل انقلاب حجاب اجباری نبود، امثال آقای روحانی با فشارهایی که به حضرت امام وارد میکردن حجاب رو اجباری کردن، حالا خودشون از این ور افتادن، یعنی در واقع دارن مثلا خودشون رو منتقد جلوه میدن. اگر یک کسی بیاد این رو بیان بکنه اینها براشفته میشن. ببینید مثلا به انتقادی که به دولت آقای احمدی نژاد میکردن میگفتن با حمله هایی که به اسرائیل میکنه روابط ما رو تخریب میکنه، ولی وقتی آقای احمدی نژاد در یک مناظره با جناب آقای مهندس موسوی گفتش که شما کسی بودید که
اعلام کردید ما حاضریم و باید برای حمایت از فلسطینی‌ها ارتش و سپاهمون رو به اسرائیل بفرستیم، خب این باعث میشه که عصبانی میشن. آقایون دوستان اصلاح طلب اصلا دوست ندارن کسی نورافکن به گذشته داده، چون گذشته اونها 180 درجه با آینده با زمان حالشون متفاوته. یک زمان در سال 58 میرن سفارت آمریکا رو میگیرن، در سال 88 شعار میدن سفارت روسیه لانه جاسوسیه. خب این تفاوت‌های 180 درجه‌ای اصلاح طلب‌ها رو نشون میده و دوست ندارن کسی تاریخ اینها رو مرور کنه، گذشته‌شون رو کسی بدونه. آقای خاکی نهاد با ما باشین، حتما بهتون برمیگردیم، حتما باهاتون بیشتر صحبت میکنیم، چون موضعتون رو تا حد زیادی روشن کردید نسبت به اونچه که مایه تقابل شده بر سر این مستند. آقای کساییان بخش دیگری از این آقای خاکی نهاد بهتون برمیگردیم، بخشی از مستند رو درباره این تقابلی که صحبت کردیم بین آقای روحانی و آقای خمینی بر سر نخست وزیری میرحسین موسوی هم با هم ببینیم و بحث رو با آقای کساییان دنبال کنیم. در مرداد سال 64 قرار بود رئیس جمهور نخست وزیر جدید را معرفی کند. رئیس جمهور وقت بنابر شرایط کشور با انتخاب مجدد آقای میرحسین موسوی به نخست وزیری موافقت می کند، اما جمعی از نمایندگان مخالف هستند. امام خمینی اختلافات را در آن برهه حساس از جنگ مناسب نمی دانند. با این حال 99 نفر از نمایندگان حتی پس از توصیه امام هم میرحسین موسوی را مناسب نخست وزیری ندانسته و به او رأی مخالف می‌دهند. این جمع بعدها به 99 نفر معروف می‌شود که حسن روحانی یکی از فعالین این جمع است. آقای کساییان، آقای خاک نهاد گفتن که ببینیم چه میگوید، نبینیم که میگوید، ولی برشک این پرسش مطرح میشه که این مجموعه‌ای که ما این 55 دقیقه‌ای که تهیه شده و قراره که اونطور که ادعا می‌کنن دو در واقع بخش دیگه دو اپیزود بعدی این هم بیرون بیاد رو شما یا موفق شدید پیدا بکنید که اساساً این گروهی که پشت این مجموعه هستن چه افرادی هستن، چه گرایش سیاسی دارن؟ من هم سلام اول عرض می‌کنم خدمت همگی. ببینید تو تیتراژ این فیلم نوشته شده که تهیه کننده فیلم گروه چند رسانه‌ای شفق هست و پخش کننده‌اش هم که سفیر فیلم هست. خب این ظاهر قضیه است. در معرفی فیلم هم میگن که مستند من روحانی هستم روایتی تاریخی از 50 سال زندگی سیاسی حجت الاسلام حسن روحانی است. آقای دهخانپور، ساخت در واقع محتوای رسانه‌ای فیلم مستند و انتشار مطالب حالا یا به قصد افشاگری یا به قصد روشنگری اطلاع رسانی در همه دنیا مرسوم هست، به صورت اینکه اگر سازنده احساس خطر بکنه، احساس ناامنی بکنه، تحت عناوین مستعار یا پوششی در واقع یا حتی گمنام بدون اسم آثاری رو منتشر میکنه. این مسئله در رابطه با فیلم مستند من روحانی هستم صدق نمی‌کنه، به خاطر که سازندگان این فیلم در واقع تحت حمایت شدید علی خامنه‌ای هستند و اصلا لزومی نداره که احساس خطر بکنن. یه فرمول ساده هست که ما وقتی که می‌خوایم ببینیم که چه کسانی پشت یه اثر رسانه‌ای هستن، وقتی که مثل این فیلم الان آقایون رفتن زیر چادر مشکی بعضی از خانمای دانشجو سنگر گرفتن و از اونجا دارن در واقع این فیلم رو منتشر میکنن، برای اینکه بفهمیم که واقعا چه کسانی پشت این فیلم هستن و اسامی واقعی رو در واقع در بیاریم، ببینیم که حامیان فیلم چه کسانی هستن، سازندگان فیلم چه کسانی هستن، خط فکری فیلم چه کسی هست پشتش، یه فرمول ساده داره. ما وقتی که یک اثر رسانه‌ای رو نگاه میکنیم، حالا در این مورد یه مستند، به جای اینکه بپردازیم به اینکه چه چیزهایی ارائه شده، بیشتر تمرکزمون رو میذاریم بر اینکه چه چیزهایی ارائه نشده و چه چیزهایی به عمد در واقع پنهان مونده. چه چیزهایی؟ ببینید در این مستند از 12 سالگی آقای حسن روحانی رو میاد مطرح میکنه تا در واقع میرسه به انتها که میگه ایشان در سودای ریاست جمهوری
اقدام کردن و اینها، در واقع یک دوره بسیار طولانی رو این میاد بررسی میکنه. اونطور که من یادداشت کردم حدود 18-19 تا محور رو این مستند میاد بررسی میکنه که این اصلا از نظر فنی درست نیست. وقتی که فیلم با اون هواپیما شروع میشه میاد میشینه، اولا من فکر کردم که این هم هواپیمای همون هواپیمای پنج پیکریه که شهرام امیری میاد الان کماندوهای آمریکایی میان، بعد شهرام امیری میگه او من از اینجا پیام میدم، بعد دیدم نه این هواپیمای مکفارلینه، مکفارلین، مکفارلین هم نیست. در ضمن عرضم خدمتتون که فیلم با این قضیه شروع میشه، یعنی با مسئله ایران کنترا و با مسئله هسته‌ای تموم میشه. این وسط در 58 دقیقه فیلم حدود 18 محور در واقع داره به بیننده و مخاطب ارائه میشه. اما گاف بزرگی که سازندگان این مستند دادن در واقع کات زمانی و گپیه که بین سال 1368 و 1376 و بعد یک کات دیگه تا 1378 زده میشه. این برهه زمانی در این فیلم قطع شده، به عمد قطع شده. الان عرض میکنم چرا قطع شده، به خاطر که در واقع پرداختن به این برهه زمانی و اتفاقاتی که در این برهه زمانی افتاده، زمانی که دقت بفرمایید آقای حسن روحانی در بالاترین سمت امنیتی و در واقع کشوری خودش پیش از ریاست جمهوری قرار داشته، یعنی رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و نماینده شخص خامنه‌ای در این شورا. چه اتفاقی در سال 68، یعنی بین سال 68 تا 76 و 78 میفته که در واقع سازندگان این فیلم قصد دارن که بیننده به اون توجه نکنه؟ بحث مذاکرات هسته‌ای که بماند این و نظر من این نیست. اون اتفاقی که در این دوره 10 ساله میفته در واقع قتل عام دگراندیشان توسط نهادهای امنیتی و نهادهای موازی امنیتی تحت فرمان مستقیم علی خامنه ای هست در زمان وزارت علی فلاحیان و بعد دوری نجف آبادی، و زمانی که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور بوده. قتل هایی که در داخل کشور و در خارج کشور اتفاق میفته در این دوره 10 ساله. فیلم میاد میگه که سال 68 آقای روحانی وارد عرصه در واقع به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخاب میشه و بلافاصله کات میخوره به سال 76 و مسئله آیت الله منتظری. اشاره کوتاهی با مسئله حسر آیت الله منتظری میشه، باز کات میخوره به سال 78 و قضیه کوی دانشگاه. این وسط بله. یه چیز حدود 100 دگراندیش ترور شدن. چه کسانی در واقع نفع میبرن از پنهان شدن این دوره تاریخی؟ و عرض کردم توجه بکنید چرا من تاکید میکنم روی این دوره تاریخی، به خاطر که حسن روحانی بالاترین مقام امنیتی خودش، قبلش که نماینده مجلس بوده، بالاترین مقام امنیتی خودش رو تا اون دوره حسن روحانی در این دوره زمانی داشته، چرا پس فیلم به اون اشاره نمیکنه؟ و باید ببینیم که پشت این قتل ها کی بوده. من فکر میکنم که سازندگان فیلم در واقع کسانی هستن که به نحوی پشت اون قتل ها بودن و اصلا میخوان این دوره تاریخی رو حذف بکنن. حالا به در واقع اعدام زندانیان سال 67 اشاره نشده، توجیهش هم اینه که آقای حسن روحانی اون موقع مثلا نماینده مجلس بوده، کاری نبوده در اون قضایا. ولی کسی که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از سال 68 تا سال 78 در واقع یک دوره کات میشه توی فیلم مستندی که 18 محور رو بررسی میکنه در طول زندگی آقای حسن روحانی، در واقع بسیار مشکوکه. پایان فیلم اسم در واقع مرکز اسناد انقلاب اسلامی و آقای روح الله حسینیان معروف، اسم روح الله حسینیان نه ولی اسم مرکز اسناد انقلاب اسلامی عنوان میشه. آقای حمید رسایی، آقای علیرضا پناهیان، آقای روح الله حسینی، بله.
عرضم خدمتون که و اسامی دیگه اماریون نمیدونم اینهایی که منتظرن تا محرم گردن، اینها پشت این فیلم هم به نظر من. بسیار خب آقای کسیم با ما باشید، به شما برخواهیم گشت. های دکتر فرهنگ، بخش دیگری از این مستند رو، بخش تقابل باز دوباره آقای روحانی رو میبینیم بر سر پایان دادن به جنگ، و این بحث مطرح میشه که ظاهراً باز آقای خمینی در جریان جلساتی که نمایندگان در مجلس به ویژه آقای روحانی با این گروه نمایندگان بر سر پایان دادن به جنگ داشتن، آقای روحانی در جریان نبوده. آقای هاشمی که رفته بود خدمت امام، امام بهشون گفته بود که این چیه که به من نوشتن، شنیدم فلانی خود خبر من، فلانی هم هست، چون امام میدونست که من مسئولیت جنگ بردم. آقای هاشمی گفته بود نه اینجوری نیست، من خبر دارم، جلسه با اطلاع من هست، من مطلع هستم، همین چیزی نیست. امام بهشون پیام داد که این جلسات چیه، چه این جلسات ماهیتش چیه، چون مخفیانه این جلسات تشکیل شده بود، بعدم به گوش همه میرسید. جلسه شل شد دیگه، یعنی اون استحکامش از دست داد و جلسه هم بعد تعطیل شد. آقای دوتا فرهنگ، البته تحلیل جالبی هم آقای کساینا ارائه کرد در مورد اینکه چه بخشهایی رو مستند نمایش نمیده که اونم قابل بحث است، ولی من میخوام باز برگردیم به اینکه در مستند چهار نمونه مشخص وجود داره. باز تکرار میکنم اونجایی که بحث مکفارلین هست که ظاهرا آقای خمینی در جریان نیست، آقای روحانی رو ادعا میکنن در وسط میدان بوده، بعد سر ماجرای آقای محمد هاشمی باز تقابل با آقای خمینی، سر ماجرای میرحسین موسوی و نخست وزیریشون 99 نفر باز ایشون در مقابل رأی آقای خمینی ایستاده، و الان هم در مورد جنگ باز اشاره میشه که آقای خمینی در جریان نبوده و آقای روحانی و گروهی از جمله با هماهنگی آقای هاشمی این پروژه ها رو دنبال میکردن. چقدر اون روایتی که آقای محسن رضایی به عنوان فرمانده وقت سپاه به نظر شما ارائه میکنه روایت دقیقی است؟ چقدر میشود باور کرد واقعا آقای خمینی از تمام این تحولات بیخبر بوده؟ هیچ نوع تقابلی بین روحانی و خمینی وجود نداشته. واقعیت امر اینه که این مستند دو هدف بسیار مشخص با و هدفدار داره. یکی این که میخواد روحانی رو در رابطه با مسائل سیاست خارجی سازشکار جلوه بده، و از این جهت هدف اینه که مخالفین او رو، یعنی اصولگرایان رو، اینها رو بسیج بکنه و متحد بکنه علیه توافقنامه‌ای که ممکنه بین ایران و آمریکا و گروه پنج علاوه به وجود بیاد، برای اینکه روحانی سازشکاره. هدف دوم اینه که روحانی رو اصولگرا جلوه بده در رابطه با مسائل فرهنگی و داخلی، و این تاکید روی امر حجاب و اینکه او اولین کسی بوده که گفته خمینی امامه و ابراهیم زمانه، اینا هم هدفش اینه که تصویر روحانی رو در ذهنیت اون بخش از جامعه که با رژیم از بیخ و بن مخالفه، یعنی رژیم رو یک رژیم فاشیست مذهبی میدونه ولی در بین بد و بدتر بد رو انتخاب کرده، میخوان در بین، ولی اینکه خود روحانی هم در طی سالها به احتمال زیاد مثل بسیار دیگه از زمامداران تغییر کرده راجع به حجاب اجباری و راجع به بت کردن خمینی و غیر ذلک، ولی واقعیت همینه که از روز اولی که جنگ ایران عراق شروع شد در درون رژیم عناصری بودند که میگفتند پیروزی در این جنگ امکان پذیر نیست و فرسایشی کردن این جنگ خواست اسرائیل. توجه داشته باشیم که 42 کشور به ایران و عراق اسلحه فروختند، 12 کشور از جمله هر 5 عضو دائمی شورای امنیت به هر دو کشور اسلحه فروختند، و اینکه هنری کیسینجر، اسحاق رابین و بسیاری دولت مردان دیگه میگفتن این جنگ رو تا اونجا که امکان داره باید فرسایشی کرد، همونطور که امروز اسرائیل دلش میخواد جنگ داخلی سوریه علل ابد ادامه پیدا بکنه. در همون زمان عناصری بودن به احتمال زیاد خود روحانی که میگفتن ادامه این جنگ برای رژیم خوب نیست و دستاوردی نداره، ولی هرگز و هرگز
این حرف رو به طور عام نمی‌زدن و بین خودشون بود. و در تابستون 1982 که کشورهای عربی حاضر شدن به ایران نزدیک به 19 میلیارد دلار غرامت جنگی بدن اگر ایران آتش بس رو بپذیره، تردیدی من ندارم که در بین عناصر و نخبگان سیاست خارجی ایران کسانی بودن که میگفتن این رو بپذیریم. بپذیریم برای اینکه فرسایشی کردن این جنگ به هیچ وجه به نفع ایران. ولی خمینی به جای پذیرفتن اون چه شعاری داد؟ گفت از راه کربلا میخوایم بریم قدس. هیچ کس هم در برابر این شعار خمینی نتونست موضع بگیره. اینه که امروز عده‌ای که میخوان روحانی رو، تلاش او رو برای حل مسئله هسته‌ای ایران بی اعتبار بکنن و وجهه او رو بین عناصر معتدل جامعه، عناصر که دنبال واقعی در چارچوب واقعیات میخوان ببینن که چه امکاناتی ضرر کمتر برای جامعه، بین اونها مقبولیتش رو کم بکنن، اومدن از یه طرف دقیقاً این دو هدف رو در این مستند به کار بردن. بنابراین این من نقل قول هایی که از خمینی میکنن اینها تمام بی اعتبار و پوچه. نقل قول، دروغ گفتن، تقیه کردن یکی از اصول ماهیتی رژیم جمهوری اسلامی و تمام کسانی که در این رژیم فعال بودن در طی 35 سال گذشته اهل تقیان. امروز هم ادامه، همونطور که خمینی گفتن چرا این حرفا رو در پاریس زدی، گفت خدعه کردیم. وقتی خمینی میگه خدعه کردیم، بنابراین آیت الله های و حجت الاسلام های دیگه هم اینا خدعه کردن و یک وظیفه مذهبی برای پیشبرد اهدافشون به ایجاد بهشت روی زمین میدونن. این نقل قول ها از خمینی کوچکترین اعتباری نداره. او حرف های بسیار زیادی زد و این حرف ها هیچ کدومش سندیت نداره و هیچ کس نمیتونه ثابت بکنه. و بر هر فرض هم که حرف های زیادی زد، حرف های که اصلا خمینی راجع به دنیا اطلاعی نداشت، یک از جهت جهان آدم بی سوادی بود، تعصبات خشکی داشت که اصلا در چارچوب واقعیات جهان عمل نمیکنه. و امروز یک آدم متعصبی که در رابطه با جهان بسیار بی‌سواد و ناآگاه بود، امروز به نقل قول‌های او و به گفته‌های او ارجاع می‌کنن برای اینکه مواضع امروز خودشون رو بخوان ثابت بکنن. و این تشابهی که بین وضع کنونی ایران و وقایع اسلام اولیه وجود داره، این در واقع یک کسی میخواد که یک کمدی الهی راجع به این موضوع بنویسه. برای اینکه واقعیات زمان ما چه ارتباطی با جنگ صفین داره؟ ولی این عوام فریبی ها برای اون بخشی از جامعه که 10%، 15%، 20% که هنوز در چارچوب تعصبات مذهبی دنبال این رژیم هستن، برای اونا برد داره و دارن ازش استفاده میکنن. بنابراین این که ما بخیم کی راست گفت کی دروغ گفت بین اینا یک بحث بی‌معنیه. بدون استثنا تمام کسانی که در این سیستم آلودگی داشتند، اینها تقیه کردند و تقیه هم میکنند، در اینکه این در ماهیت رژیمیه که جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرده و شهروندی اکثریت انسانهای ایران رو نمیپذیره. بسیار خوب آقای حقیقی، بخش کوتاه دیگری از این مستند رو با هم ببینیم در مورد نقش آقای روحانی در قیام دانشجویی 18 تیر و سرکوبی که صورت گرفت. آقای روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی میگه ایشون فرانسه بود، برگشت دید اوضاع اینجوریه، به مسئولیت خودش اعلام کرد که بسیج وارد به صحنه بشه. به محض اینکه این اعلام انجام گرفت تقریبا قاعده خواهد. آقای حقیقی اگه مطلبی دارید در مورد اون چه که آقای دکتر فرهنگ هم اشاره کردن بفرمایید. دو مطلب هم هست خیلی کوتاهی که اون بحثی که آقای پاکی نهاد و آقای کسایان عنوان کردن که گروه هایی که احتمالاً پشت این جریان هستن و اون بخش هایی از اون تاریخ رو نخواستن در اینجا انعکاس پیدا بکنه، اعتقاد دارید که اینها همون گروه هایی هستن که این نشست دلواپسین رو برگزار میکنن در سفارت سابق آمریکا در تهران؟ ببینید در مورد صحبت آقای خاکی‌نهاد یک نکته رو من اشاره کنم. این که در ایران برحال افراد موازشون عوض میشه خب چیز طبیعیه، برای اینکه 35 سال از انقلاب گذشته و هم فضا
فضای بین المللی و نظم بین المللی تغییر کرده، محیط بین المللی تغییر کرده، بازیگران بین المللی موازشون عوض شده، جنگ سرد تموم شده، شوروی سقوط کرده و همچنین در فضای داخلی مناسبات قدرت تغییر کرده و افراد هم از لحاظ شخصیت و تجربه هایی که در طول مدت پیدا میکنن میفهمن این روش های اشتباهه، یه روش های جواب نمیده یا به هر حال از لحاظ ذهنی و فکری پیشرفت میکنن و افق دیدشون تغییر میکنه و وقتی افق دیدشون تغییر کرد طبیعتاً نوع برخوردشون متفاوته. آقای روحانی هم در این زمره هست، یعنی از جنبه داخلی به هر حال افق دید آقای روحانی موازیشون در مورد مسائل داخلی، در مورد برخورد با دگراندیشان، دانشجویان، جامعه مدنی قطعا تغییر کرده. در حوزه بین‌المللی البته این جالب توجهه که موازه آقای روحانی همیشه بر مبنای مصالحه، مذاکره و قبول نظم بین‌المللی و البته گرفتن امتیازات برای جمهوری اسلامی بوده که خب این موضعی است که الان جمهوری اسلامی داره روش عمل میکنه و گفتیم که خود آیت الله خامنه ای در دی 63 بحث سیاست درهای باز با جهان رو مطرح کرده. پس بنابراین همه ممکن تغییر کنن. اتفاقا اگر کسی رو ما بخوایم که پاندولی تغییر کرده و بدون پرنسیپ و کاملا بر مبنای یا شهرت بوده یا اینکه فقط خودش توی قدرت باشه و منافع ملی کشور اصلا بهش مطرح نبوده، آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد پاندولی ترین شخصیت جمهوری اسلامی است در طول خب ارتباطمون با اسکایپ آقای حقیقی هم قطع شد. نمیدونم ارتباط برقرار هست. آقای حقیقی صدای من رو میشنون؟ ارتباطم قطع شده. آقای کسائیان، یه نکته که به نظرم خیلی مهم هست این که این اسمش رو بگذاریم مستند یا ایده گفتن که پروپاگانداست یا هر چیز دیگه که میشه ازش اسم برد، این در فصل انتخابات ساخته نشده. انتخابات تمام شده، آقای روحانی بیش از تقریبا یک سال در حدود یک سال در واقع دوره ریاست جمهوریش قرار داره، 3 سال دیگه هنوز مونده اگر که حتی هدف این هست که بخوان که رئیس جمهور یک دوره‌ای درست بکنن اصطلاحاً و به دور بعدیشون نکشه، 3 سال وقت هست. مخاطب کیست؟ هدف تعیین کنندگان به نظر شما چه هست؟ یعنی چه چیزی رو هدف قرار دادن در شرایط فعلی؟ چه چیز مهم و فوری هست که تولید این مستند رو اینقدر فوریت میبخشه و پشتش سعی میکنن اینقدر انرژی بذارن؟ به نظر میاد که این چیزی که در شرایط فعلی بیشترین تقابل رو ایجاد کرده همین توافق هسته‌ای باشه، حالا اگر مسائل اقتصادی و سیاست‌های داخلی هم میتونه کنار اون حضور داشته باشه. من نگاه فنی خودم رو دارم به قضیه. اصلا با مسائلی که توی فیلم مطرح میشه، اسنادی که رو میشه، تصاویری که نشون داده میشه، آرشیوی، اصلا با اینا کاری ندارم و سندیتش هم خب تایید سندیت اینها کار من نیست. اون که من میتونم به عنوان فیلمساز یا برنامه‌ساز پی ببرم این هستش که در واقع از نظر فنی این مستند کوچکترین ارزش تکنیکی رو نداره. من اصلا تعجب میکنم که این مستند چجوری میاد به بی بی سی و صدای آمریکا کشیده میشه و تحلیل میشه. خانم معصومه نبوی گویا اسمی که در تیتراژ به عنوان کارگردان این کار، حالا اسم مستعار هست یا اسم آقایی هست که مثلا این مثلا عرض کردم زیر چادر این دفعه رفتن پنهان شدن، من اینا رو نمیدونم. فرض میکنیم که معصومه نبوی نامی وجود داشته باشه. در واقع ایشون در خوابش هم نمیدیده که بیاد یه سری تصویر رو پشت سر هم مونتاژ بکنه، یه سری متنی بر اساس یه سری تحقیقاتی که انجام شده به روش مثلا مستندهایی مثل هویت کار بشه، بعد یه دفعه بیاد برسه به بی بی سی و صدای آمریکا. من با یه بخشی از صحبت‌های آقای خاکی نهاد موافقم، با یه بخش خیلی خیلی کوتاهش، اونجایی که من موافقم. خب اینا چرا اصلاح طلبای آقای روحانی بنفشا اینا چرا جرزنه میکنن؟ خب اینا که این همه آدم تو رسانه‌های معتبر اینور دنیا دارن، ماشاءالله از سال 88 به بعد که شما قبضه کردید همه رسانه ها رو، آقای اصلاح طلب شما هم بیاید یه نمونه بسازید علیه اینا، ولی دروغ نگید مثل اینا. و اینا دروغ میگن. یه مسئله که وجود داره اینه که وقتی که ما یه فیلمی برای آگاهی بخشی اطلاع رسانی در واقع میسازیم، یه مستند میسازیم، این مثل یه پل معلق میمونه بین دو تا رشته کوه که وسطش یه دره است. هدف فیلمساز اینه که
در واقع مخاطب رو از این ور کوه برسونه به اون ور کوه که مد نظر خود فیلمساز هست. حالا اگر این فیلمساز سازنده این پل معلق در واقع آدم ناشی باشه یا خورده شیشه در وجودش باشه مثل سازندگان این فیلم که هر دو مورد درشون صدق میکنه، در واقع این پل معلق وقتی که اون قطعات اون چوبا رو میذاره تو راه رو، چهار تا در میون دوتاشو در میاره، باز دوتا میذاره هفتاشو در میاره، اون در واقع تخته هایی که کنار هم گذاشته میشه و بیننده و مخاطب از این طرف پل معلق و اون طرف پل معلق میره، اون تخته ها قطعات اطلاعاتی هستن که در واقع کنار هم چیده میشن که بیننده رو از این ور به اون ور برسونن. حالا تصور بکنید مثل این فیلم، من فکر میکنم که این خانم نووی در واقع 10 تا پازل مختلف رو آوردن ریختن روی میز جلو همدیگه، بعد یه تیکایی رو از این 10 تا پازل برداشتن. این فیلم اصلا نه انسجام داره، این فیلم نه پایه و اساس داره، نه کردیبیلیتی داره. در واقع فیلم مستند باید معتبر باشه. بله. این فیلم معتبر نیست. من چندین مثال آماده کرده بودم که بیننده به راحتی میتونه متوجه بشه که این فیلم معتبر نیست. نه حرفایی که از قول آدم ها تو این فیلم زده میشه اعتبار داره و نه خود این فیلم اعتبار داره. در واقع اون پله وقتی کسی میره روش، بیننده دچار سرگیجه میشه. من تبخال زدم این فیلمو دیدم، باور کنید راست میگم. پس میفهمید که اساساً به لحاظ ساخت و مستندسازی ارزش و اعتبار خاصی نداره. ارزشی نداره آقای دهقانپور، هیچ ارزش فنی این فیلم نداره و همونطور که عرض کردم یه جار و جنجالی بوده. من نمیدونم آقای یه نکته خیلی طنز خیلی جالبی رو فقط خیلی کوتاه آقای روحانی در خاطراتش میگه وقتی رفته حوزه علمی قم بهش گفتن که اگر آیت الله بشی زشت است که به تو بگویند آیت الله فریدون، حالا شده حجت الاسلام بنف، یعنی یه دی تو انتخابات اسمشو گذاشته حجت الاسلام. به نظر من آیت الله فریدون بهتر از حجت الاسلام بنفشه بود. همین. بسیار خب. البته آقای روحانی نکته جالب هم این هست که وقتی اون بحث تغییر نام ایشون در شناسنامه مطرح میشه، برای دین پرسش هم مطرح کرده بود که چرا زمانی که ایشون مدرک دکتراش رو در اسکاتلند میگیره کماکان ایشون رو به عنوان حسن فریدون ازش اسم بردن. آقای خاک نهاد، ارتباط ما با شما قطع شده بود، وقت زیادی هم به پایان برنامه نداریم. پرسش این هست، یه مطلبی هم میدونم میخواستید عنوان بکنید، خیلی فشرده لطف کنید. چه شد که کار به نظر شما دولت آقای روحانی به این سرعت به اینجا کشیده، تقابل اینقدر شدید شده؟ خب الان خدمت اون یه تیکه‌ای که میخواستم بگم و اول خدمتتون بگم، ببینید پایگاه رأی آقای دکتر روحانی بخش اعظمش روستایی ها و عموم جامعه بودن که با توجه به شعار بهبود و معیشت و چرخوندن چرخ اقتصاد مملکت بهشون رأی دادن، که حالا این بخش اعظم یعنی این روستایی ها و عموم جامعه به خاطر افتضاحاتی که تو بحث سبد کالا و بحث انصراف از یارانه به وجود اومد رأیشون برگشته. اما یک بخش رأی هستش که چسبندگی زیادی داره، اونم 4-5 میلیون اصلاح طلبی است که بهشون رأی دادن. آقای روحانی که میاد میگه اصحاب فرهنگ و رسانه نیاز به ارشاد ندارن، نیاز به گشت ارشاد ندارن، وزیرش میاد درخواست بگیر و ببند میکنه با به خاطر یه دونه مستندی که دوستمون میفرمایند هیچ ارزشی هم نداره. این نشون میده که اینها از برجسته شدن روحیه انقلابی و سابقه انقلابی آقای روحانی ناراحت هستن، میترسن این 4-5 میلیون اصلاح طلبی هم که اومدن به هوای آقای روحانی رأی دادن با دیدن این جور سوابق انقلابی و ضد اصلاحاتی قبلشون ازشون رو برگردون بشن. در واقع این بحث انتخاباته، اینا به خاطر انتخابات نگران هستن. بله. یه عده‌ای 4-5 میلیون اصلاح طلب پشت آقای روحانی جمع شدن که آقای میرحسین آزاد کنه، غافل از این که خود آقای روحانی از سرسخت‌ترین مخالفین آقای میرحسین موسوی بوده، جز همون 99 نفر بوده. وقتی اینها بیان میشه اینا عصبانی میشن. بله. آقای حقیقی ارتباطمون با شما قطع شده بود، یک دقیقه پایین برنامه داریم کلام آخر از شما بشنویم. نبودید تنظیم بخال، من اشاره بدید ببینید صحبت های آقای خاکینات کردن کاملا یک طرفه است. برای اینکه پاندولی ترین آدمی که تو جمهوری اسلامی سر کار اومده آقای احمدی نژاد بوده که در همون دو سه سال اول میگفت آمریکا رو از بین ببریم، بعد
میگفت بریم مذاکره کنیم، نامه نوشت به آقای اوباما، نامه نوشت پیام تبریک داد به آقای اوباما و بعد موارد متعددی به آقای جلیلی گفت که با برنز مذاکره کن، اورانیوم رو بده بره بیرون. خواندولی ترین آقای احمدی نژاد بوده که اتفاقا همین سازندگان فیلم جزء حامیان آقای احمدی نژادن. پس این نکته اول. نکته دوم، من گفتم سازندگان این فیلم هدفشون این است که طبقات اجتماعی حامی آقای روحانی رو ازش بگیرن که در چانه‌زنی درون ساخت قدرت آقای روحانی توان بسیج نداشته باشه. و نکته سوم در مورد پایان جنگ، اگر دقت کرده باشید اون تحلیلی که جناب آقای روحانی داشتن در مورد پایان جنگ عملا تحقق پیدا کرد. سازندگان فیلم این مسیر رو نمیبینن و یه نوع هیپوکراسیه، ریاکاریه. آقای حقیقی، وقت برنامه متاسفانه پایان رسید، ازتون سپاسگزارم، از همتون تشکر میکنم. تا افاق سه‌شنبه.